کابل زیردریایی تو آفریقا بزرگترین در نوع خودشه که تا به امروز ساخته شده. طولش 45,000 کیلومتره و دور تا دور قاره کشیده شده. وعده دادن که این کابل ظرفیت و پایداری اینترنت رو برای مردم آفریقا و فرای اون تقویت میکنه. در شهر کاله در فرانسه یه تیم دارن خودشون رو برای یه سفر دریایی آماده میکنن تا بخش دیگه ای از این خط رو کار بذارن. کابل زیردریایی تو آفریقا این شکلیه. قطرش اندازه شلنگ حیاته. داخلش با پوشش پلاستیکی محافظت میشه و کلی از این فیبرهای نوری داره و ایمیل ها و پست های شبکه های اجتماعیتون روی همین ها از زیر اقیانوس رد میشن و با سرعت نور به همه جای دنیا سفر میکنن. در سالهای اخیر کابل‌های زیردریایی شبیه این بوده که کمک کرده دنیا به هم وصل بشه. امروز 70% ما آنلاینیم. اما کار پرهزینه و پرخطریه. قطعی کابل یا گره خوردنش میتونه میلیون‌ها دلار هزینه داشته باشه. بعد از اینکه نصبشون میکنن خیلی اتفاقا ممکنه بیفته. ماه مارس اتصال اینترنت 13 کشور آفریقایی به خاطر احتمال یه رانش زمین عظیم شدیداً مختل شد. قطعی هم خیلی رایجه، اما به لطف سامانه پیچیده مسیریابی مجدد اکثر اوقات واقعا متوجهشون نمیشیم. با وجود همه اینا بزرگترین تهدید اتصال اینترنت از طرف خود دولت هاست. سازمان هایی مثل تاپ وی پی ان قطعی های عمدی اینترنت رو رصد میکنن. محققان میگن پارسال بدترین سابقه رو داشتیم، به خصوص در هند که مرتب اینترنت رو خاموش کردن. برای جلوگیری از تقلب در امتحان‌ها بگیر تا ساکت کردن ناآرامی‌ها. قطع اینترنت مثل یک سانسور گسترده است. شما جریان اطلاعات رو برای کل جمعیت یا یک منطقه و گروه خاص کنترل یا متوقف می‌کنید. در بعضی موارد مثل جنگ و منازعه مسلحانه می‌تونه مرگبار باشه. حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی آدم‌ها به شدت نقض میشه. زندگی های آنلاین هم به روش های کمتر واضحی کنترل میشه. این نقشه شاخص آزادی آنلاین نهاد فریدام هاوسه. کشورهایی که قرمز پررنگترن کمتر آزادی دارن و اونهایی که آبی پررنگتر هستن بیشتر آزادن، که بر مبنای سانسور، نظارت و تعداد سایت های فیلتر شده تعیین میشن. طبق گفته محققان اخیراً ایران و میانمار بیشترین سقوط رو داشتن و چین هم که همچنان بدترین فضای آنلاین رو داره. این نهاد میگه کلن آزادی اینترنت در 13 سال پشت سر هم در همه دنیا کاهش پیدا کرده. کارشناسان میگن روند داره به یک جهت حرکت میکنه، چون ابزار کنترل اینترنت به طور چشمگیری در دسترسه و دولت هم دیگه تعارف رو کنار گذاشتن و ترسی از استفاده از اونها ندارن. این ایده که اینترنت یک فضای جهانیه، این که یک فضای مشترکه یا در جهت منفعت عمومی یا چیزیه که خارج از دسترس دولت‌ها برای کنترل کردن، در همه جا قرار یکسان باشه و غیره، همیشه خیال پردازانه بوده. میشه گفت به نوعی بر اساس یک فهم نادرست از نحوه واقعی عملکرد فناوری بوده. سیاست جغرافیایی هم داره وضعیت موجود رو در جاهای دور از ذهن تهدید میکنه. آمریکا که یکی از حامیان اینترنت آزاده، داره با ممنوع کردن یکی از محبوب ترین اپهای دنیا یعنی تیک تاک دست به یه اقدام بی سابقه میزنه. این کار رو داره از ترس نگرانی های امنیتی از طرف این شرکت چینی انجام میده. بنابراین حتی وقتی یه گوشه دنیا شاهکارهای مهندسی دارن کمک میکنن ما بیشتر به هم متصل بشیم، در گوشه دیگه دنیا اینترنت بیش از پیش از هم گسسته میشه.